اولش حرفی بودم که زود از یاد میره، هم بدون ای که با روی بار میره. من دید شونه به سر رو هوام گرفت و برد دست اهل دل سپرد. اهل دل منو دیدن، قصم و پسندیدن، شاعران تاریدن و نقالا هی رسیدن. سخن شدم ورد مردم محل، دو کلوم حرف حساب به میگن ضرب و مثل، دو کلوم حرف حساب به میگن ضرب و مثل. قسمت دهم، این داستان ببر اما نبر. سلام عزیزان. سلام. امروز میخواییم باز آقو براتون از جوانمردی بگیم. میدونی جوانمردی چیه؟ من بگم؟ آره دیگه. آخ، داشتم نمونه کامل یه جوان مرد بود، همیشه نفس کرمایی که شکار میکرد و میداد به ما کوچکترم. آها، خب یه جورایی درست گفتی، اما جوان مرد قصه ما یه جور دیگه است. اینه اما این که پیر مرده. جوان مرد یعنی کسی که با مرام و بخشنده است. تازه چطور عمه تو میتونه جوان مرد باشه؟ این پیر مرد نمیتونه؟ آره، مثل عمه خدا بیامرزم. حیوان کجا داری میری؟ جوان مرد قصه ما تک و تنها وسط بیابون گیر افتاد. آقا رو، این اسب رفیق قدیمی منه، حیوان با معرفتیه، الان خودش بر میگرده. بله، و اینجوری بود که جوان مرد تک و تنها. چی و تک و تنها؟ الانی که دور بزنه تک و تنها. نه، بر میگرده، الانه که برگرده. تک و تنها و خیلی تنها، تنهای تنهای تنها تو بیابون موند. هی روزگار، دوستی هم دوستی های قدیم. یعنی اسب رفت؟ اسب ترسو چهار نل دور شد و پشت سرش هم نگاه نکرد. آی جوان مرد پای پیاده به راهش ادامه داد. دیگه جون ندارم، باید استراحت کنم. وای آهای آهای، من اینجا موندم، کمک. آره من اینجام، کمکم کنید، کمکم. چطور شد؟ حتما منو ندید. چه میشه کرد؟ چی؟ یه سمر دیگه؟ هنوز بخت با هم بیاره. آهای آهای، کمک، من اینجام، بیا طرفم عزیز دلم. اثر رم برو کنار تا لهت نکردم قاط بر سرت کنم. چی میگه؟ برو کنار بیا برو لعنت بچو. داره فوش میده؟ ها؟ وای 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 کمرم. وای منگار دیگه خبری نیست؟ ها؟ نه هست، یکی دیگه، یه سوار دیگه اومد. ها؟ یکی دیگه؟ اما ولش کن، اگه خواست خودش وامیسته. ها؟ وایستد؟ کمکم کن جوون مرد، تو را موندم، بذار ترک اسبت بشینم. ها؟
تورا بودی؟ آره جوان. حتما الان کمکت میکنم. خدا عمرت بده. میدونستم رسم جوان مردی هنوز نمرده. هنوزم هستن آدمایی که بگیر بگیر. خوب کمکت کردم. اگه تو رو میذارمت که دیگه تو بیابو گیر نکنی. وای دنده هم خورد شد. حقت بود تا تو باشی دیگه از این غلط ها نکنی. آخه مگه من چی کار کردم؟ این سوال تا شب پیر مردو به خودش مشغول کرد، در حالی که اسبش دورتر و دورتر میشد. بیداری؟ بله. شما فکر میکنین واسه چی کسی به من کمک نکرد؟ خب به نظر من چیه؟ ها؟ یه سوار دیگه؟ بهتره قایم شم، هنوز جای چوبای قبلی درد میکنه. پاشو زاغو، پاشو. کرمان خوشوشه خودشون بیان بریم. ها؟ این که اسب خودمه. ای اسب بزدل، با وجودی که میخوام بذارمت خوشحالم که برگشتی. جوان مرد که دوباره به اسبش رسیده بود با خوشحالی به راه ادامه داد. اینو که خودمون داریم میبینیم. تا این که وای سلام جوان مرد، کمکم کن. پای پیاده توی بیابون آواره شدم. ها؟ عجب، حتما کسی بهت کمک نکرده. حالتو میفهمم مرد، من کمکت میکنم. فکر کنم باید پیاده شی. ای وای، تازه داشتم کیف میکردم. خور نزن جوجه پسر، قصه رو تماشا کن. دستت درد نکنه. حالا جواز کن تا منم سوار شم. باشه. راستی گفتی کجا میری؟ کارت چیه؟ میرم آبادی برای دیدن اقوام. کار تو چیه؟ تجارت اسب. خداحافظ ابله. لعنت به من که به این دوز بی سر و پا اعتماد کردم. پس بگو همش تقصیر این دوز بوده. آهای با تو هم وای سارا هزن، با حرف دارم. چه کار داره پیری؟ تو اسبمو با ناجوون مردی دزدیدی. باشه مال خودت، اما من یه خواهشی ازت دارم. خواهش؟ از یه دوز؟ بنال ببینم. ازت میخوام قول بدی هیچ وقت کاری که با من کردی برای دیگران تعریف نکنی. حقه به باری زدم، اون وقت واسه کسی تعریف نکنم. آخه چرا؟ برای این که اگه مردم بفهمن تو این بیابون چه اتفاقی افتاده، جوان مردی و مروت از بین میره، دیگه سواره به پیاده رحم نمی کنه. بله عزیزان من، حرفای شرافت لگد مال میشه، محبت لگد مال میشه، اخلاق به گن چشیده میشه و فهم و شعور خاکستر میشه، دوستی ها تیکه تیکه میشن، همه خوبی ها زیر خاک میرن، انسانیت به یغما میره و رفاقتو نمیگم که کجا میره. حرفای پیرمرد دزدو به فکر فرو برد. اون از کاری که کرده بود پشیمون شد. چی شد؟ کدوم کش؟ کدوم پشیمون؟ خیلی پشیمون شدی. جمله هاش تکون دهنده بود، واسه همینم تصمیم گرفتی اسبشو برگردونی. خنده میگیره، سواری به پیاده رحم نمیکنه. خب به جهنم برو، واسه پات بیاد. ببین رفیق، به نفعت همین جای قصه متحول بشی، وگرنه چی؟ وگرنه آخر قصه رو اینجوری تعریف میکنم. راهزن اسبو برد و پیرمردو تو بیابون تنها گذاشت. اون از کاری که کرده بود خیلی راضی بود، غافل از اینکه دو تا گزمه براش کمین کردن. اونا حسابی راهزنو تنبیه کردن. بعد اونو پیش حاکم بردن. حاکمم دستور داد یه خربار هیزم جمع کنن و بسته دیگه. باشه هر چی تو بگی. حالا شد. ها؟ تو برگشتی؟ به هم بگو که پشیمون شدی جوون. بگو که سخنان حکیمانه من در تو اثر کرد.
آره پیرمرد، حرفات منو متعور کرد. خیلی پرمعنا با جون تو. وای، میدونستم پندای من حتی تو دل سنگم اثر میکنه. حالا میتونی یه زندگی جدید رو شروع کنی جوون. البته میرم سراغ شغل شرافتمندانه جون تو. بله عزیزان، سوء استفاده و بی اخلاقی بعضیا باعث میشه مردم دیگه به هم اعتماد نکنن و همدلی و نودوستی از بین بره. آری، سواره به پیاده رحم نمی کند. راستیشونه بزر، ما که بالداری سواره میشیم یا پیاده؟ خب یه جورایی پیاده یه جورایی هم سواره. عجب سوالاتی میپرسی آزاغو. این حرفا رو ولش کنین. دیدین چجوری مسیر زندگی این جوون رو عوض کردم؟ بله که دیدیم. چجورم عوض کردی؟ بله؟ بله؟ آهای پسر، حقشه که دست منو به خاطر این لطف ببوسی. مچ کن. یه وقت نچه ای بابا جون. تازه اینا که چیزی نیست. حالا که سر به راه شدی میخوام برات زن بگیرم. چی شد؟